نصب موشک هایپرسونیک جدید مقصود بر روی ناوگان تامکت رو میشه. جدیدترین خبر ایران برای تامکت های خودش به تقلید از درس هایی که در جنگ های اخیر به دست آورده دونست. به شکلی ترکیب تجربیات جنگ های نوینی مثل اوکراین، جنگ داخلی سوریه و در نهایت حمله اسرائیل به ایران و ترکیبش با فرسوده شدن و از رد خارج شدن موشک های هوا به هوای باقی مونده از زمان شاه، ایران رو ناچار کرده با تداوم ارتقای راداری و اویونیکی جنگنده های قدیمی خودش به فکر توسعه موشک های هوا به هوای جدید با استفاده از فناوری موشک های کروز و بالستیکی که پیشتر توسعه داده بود بزنه. در واقع پس از جنگ های جدید خاورمیانه مثل حمله صد فروند جنگنده اسرائیل و ناتوانی ایران برای شبیه سازی و یا سرکوب حملات متقابل اسرائیل بود که اهمیت ناوگان هوایی و هلیکوپتری بار دیگر برای فرماندهان رده بالای نظامی ایران اثبات شد و دستور تغییر سیاست‌های دفاعی ایران از تمرکز کمال و تمام بر روی سیاست‌های موشکی زمین به زمین تغییر پیدا کرد، به طوری که وزیر دفاع فعلی ایران نیز یک خلبانه که پیشتر فرمانده نیروی هوایی ارتش بوده که نشون دهنده جدیت ایران در سیاست دفاعی جدید خودش. و خب از اونجایی که جنگنده تامکت حداقل تا پیش از رونمایی رسمی جنگنده‌های سرگ سوخو ایرانی پیشرفته ترین جنگنده نیروی هوایی هستش که با ورود سوخوها نیز بازنشسته نمیشه، ارتقا و نصب موشک‌های جدید روی این ناوگان جزء اولویت‌های اصلی نیروی هوایی قرار گرفت. و جالبه بدون این ناوگان تامکت ایرانی با وجود سن بالایی که داشتن تونستن در طول هر دو حمله موشکی و پهپادی به ایران در فروردین و آبان ماه 1403 شکارهایی رو با تسلیحات جدیدشون مثل موشک‌های فاتر، آرش، فکور و مقصود به نام خودشون ثبت بکنن که نشون دهنده ارتقای مثبت ناوگان تامکت هستش. اما تا پیش از سال 1403 بود که تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی گمان می‌کردن که تنها پکیج تسلیحاتی ایران برای ناوگان تامکت‌های ایرانی شامل نصب موشک‌های فاتر یا همون نمونه ایرانی سایت واندر و در نهایت موشک‌های سری فکور یا نمونه سبک‌سازی شده و بومی موشک گرون قیمت فینیکس بودن خلاصه شده. ولی در مصاحبه وزیر دفاع پیشین ایران یعنی امیر آشتیانی بود که مشخص شد نیروی هوایی وزارت دفاع ایران به تازگی موشکی جدید برای عملیاتی کردن روی ناوگان تامکت نصب کرد. موشکی که در واقع حاصل ادامه پلتفرم موشک ارزشمند فینیکس در ایران بود که در ایران با نام مقصود شناخته میشه. موشکی مرگبار که به دلیل داشتن سرعت 6 ماخی و برد 200 کیلومتری در حدود 50% از موشک فکور که از سال 95 به عنوان اصلی ترین سلاح سازمانی تامکت ها شناخته میشد عمل کرده بهتری داشت. و خب ما توی این ویدیو قراره به شکل اساسی به بررسی ویژگی های مقصود و در نهایت سایر تسلیحات سازمانی ناوگان تامکت های ایرانی بپردازیم، پس خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. جنگ اوکراین زنده ترین گواهی تاریخه که نشون میده برای پیروزی در جنگ فقط نباید به ناوگان هوایی بسنده کرد و باید به توسعه تسلیحات ناوگان هوایی نیز اهمیت داد، به طوری که نیمی از ناوگان 140 فروندی سوخو 34 های روسی فدای نداشتن تسلیحات دوربرد در این جنگ شدند و به لقاء الله پیوستند. پس بدین شکل که توسعه سلاح های هوایی جدید برای ایران امری اجتناب ناپذیر شده و به همین دلیل ستاد کل ارتش برنامه های زیادی برای توسعه تسلیحات جدید تدوین کرده. در واقع دقیقاً برخلاف روس‌ها که ناوگان هوایی مدرنی دارن، ایران تسلیحات هوا به هوایی مدرن و متنوعی داره، به طوری که تنوع ناوگان هلیکوپتری سری طوفان و یا فانتوم های ایرانی از نمونه های سری میل 28 و سوخو 33 روسی کاملا سرترن. ولی به جز ناوگان هلیکوپتری و بمب های نیروی هوایی، تنها جنگنده قدیمی نیروی هوایی که هنوز سرش به تنش میارزه ناوگان تامکت بودن که باید ارتقا پیدا میکردن. در پیش از انقلاب ناوگان تامکت ایرانی یک پکیج تسلیحاتی بر اساس استانداردهای نیروی هوایی آمریکا داشتن که شامل موشک های سایت بایندر برای درگیری های کوتاه برد، موشک های سری اسپارو برای برد های درگیری میان برد و در نهایت موشک های فینیکس یا فونیکس برای برد های بلند بودن. تسلیحاتی که حقیقتاً هیچگاه به شکل واقعی روی جنگنده های تامکت ایرانی دیده نشدن که دلیل این مسئله هم برمیگرده به عدم تحویل موشک های کوتاه برد و میان برد سفارشی ایران در بعد از انقلاب و یه جورایی تنها موشک های فینیکس روی جنگنده های ایرانی نصب بودن که دوربردترین و اصلی ترین سلاح اون زمان تامکت های ایرانی نیز بود.
در واقع بر اساس سفارشات ایران، آمریکا باید موشک‌های مثل سایکواندر سرگئی ال رو به نیروی هوایی میداد، ولی بعدها با وقوع جنگ ایران و عراق و نیاز فوری ناوگان تامکس به موشک‌های کوتاه برد و در نهایت گرونی و کمیابی موشک فنیکس بود که ایران رو ناچار کرد به نصب موشک‌های سایکواندر سرگئی جی یا همون سایکواندرهای فانتوم‌های ایرانی روی ناوگان تامکس. چون موشک 500 هزار دلاری فنیکس به قدر کافی گرون و کم تعداد بود و توی درگیری‌های هوایی زیر 10 کیلومتر هم کارایی خوبی نداشت. به هر حال ایران با وجود این مشکلات جنگ رو به اتمام رسوند و با رسیدن به دهه 90 کم کم موشک‌های جدیدی برای نصب روی تامکس وارد سازمان تسلیحاتی تامکس‌ها شدند. از جمله این موشک‌ها میشه به موشک فاتر اشاره کرد که در واقع جایگزین بومی و یه جورایی ساده‌سر بگم نمونه ارتقا یافته شده یه سایکواندر جی قدیمی خودمونه که میتونه با استفاده از دمای موتور هواپیما با جنگنده‌ها درگیر بشه جزو این تسلیحات جدید. فاتر داستان ما در واقع به دلیل اپتیک جدیدش محدودیت‌های قفل روی جنگنده در فاصله و درجه‌های مختلف رو دارا نیست و به دلیل نصب موتور سیستم سوخت‌رسانی سوخت مایع جدیدی که دریافت کرده برخلاف نسخه جی که 10 کیلومتر برد داشت بالای 30 کیلومتر برد داره و به تازگی به جز تامکس ها روی فانتوم ها، کوسر و سایر ناوگان ما به شکل انبوه نصب شده و یه جورایی اصلی‌ترین موشک کوتاه برد ما هم به حساب میاد. موشک نصب شده بعدی ما هم موشک آرشه که در واقع نمونه ایرانی موشک اسپارو در بدنه موشک کپی شده از روی R-27 روسیه که بیشتر با ناوگان میگ-29 وارد ایران شده. در واقع موشک مذکور تنها از شکل ظاهری مثل موشک R-27ه ولی در سیستم عمل کردی تا جای زیادی شبیه اسپارو هستش و ساده تر بگم از داخل آمریکاییه که برد یکسانی نیز با R-27 داره. متاسفانه به دلیل مسائل حفاظتی هم چیز بیشتری در مورد آرش نمیتونیم بگیم و میرسیم به موشک‌های میانبرد و بلندبردی که توی ایران از روی فینیکس کپی برداری شدن. اولین نسل این موشک‌ها موشک سجیل یا همون موشک سامانگ پدافندی هاوکه که هوا به هوا شده و در اواخر جنگ روی تامکس‌ها نصب شد، ولی بعدها با رسیدن به دهه 80 و 90 شمسی این موشک به دلیل برد کم و درصد موفقیت کمتری که به نسبت فینیکس داشت کنار گذاشته شد و موشک‌های جدیدتری جایگزین این موشک‌ها شدند. البته اینو هم بگم ما میگیم کنار گذاشته شدن ولی خب توی ایران چیزی بازنشسته نمیشه و فقط از جای به جای دیگه میره و تعدادی از تامکس‌های ایرانی همچنان از این موشک استفاده میکنن. بعدها و با توسعه فناوری‌های موتوری و سوخت‌های موشکی ایران موفق به ساخت نمونه مشابه با فینیکس در داخل شد که موشک های سرگ فکور لقب گرفتن. موشک های سرگ فکور از ظاهر و عمل کرده بسیار مشابه با فینیکس ها برخوردار بودن، ولی خب به لطف استفاده از بدنه کامپوزیتی و رادار بهتر و جدیدتر موشک به جای 600 کیلوگرم تنها 400 کیلوگرم شد. نسخه اصلی فکور هم 5.5 ماخ و در نهایت 90 تا 120 کیلومتر بود. از مکانیزم درگیری نیمه فعال استفاده می‌کنه. در این مکانیزم یه پالس راداری از رادار جنگنده ارسال میشه و با هدف برخورد میکنه، بعدش پالس انعکاس پیدا میکنه و جستجوگر موشک اون پالس برگشتی رو دریافت میکنه. بعدش موشک با استفاده از این پالس ها به سمت هدف میره و گاهی فیوزش رو تنظیم میکنه و در نهایت به هدف نزدیک میشه و با استفاده از رادار خودش با جنگنده درگیر میشه. البته ناگفته نمونه موشک توانایی درگیری به شکل هدایت فعال یعنی با استفاده از رادار خودش رو هم داراست. در نهایت مسئله 95 تولید انبوه موشک فکور سرعت بالایی گرفت و موفقیتش به شکلی بود که سه نسل در کن از فکور زاده شدن که البته همگی هم تولید انبوه نشدن. نمونه اول فکور داستان ما همون فکوریه که گفتیم و 400 کیلوگرم وزن، 5.5 ماخ سرعت و از هدایت غیر فعال و فعال استفاده بود. در نسخه‌های مختلف متفاوته. این موشک رو میشه اولین موشک هایپرسونیک هوا به هوای ایران دونست. نسل بعدی هم همین فکوره که ساده سازی و سبک سازی شده که با نام فکور 40 در نمایشگاه غرفه‌های اقتدار سال 1402 رونمایی شد و تنها 200 کیلوگرم وزن داره و جایگزین اسپارو روی تامکس و یا دیگر ناوگان کشور مثل کوسر، میگ 29 و غیره شناخته شده که البته به دلیل وجود آرش با طراحی اصولی سر برای این برد زیاد با استقبال روبرو نشد. اما موشک بعدی و موشک مورد بحث ما در واقع موشک مقصود. موشک مقصود حدود 5 سال بعد از موشک فکور ساخته شده و در حوالی سال 1400 اولین تستای خودش رو به اتمام رسونه.
این موشک جدیدترین موشک هوا به هوا تامکت های اکرانیه، برخلاف موشک قبلی که 5 تا 5.5 ماخ سرعت داشت، سرعت سرسام آور 6 ماخی رو داره و 200 کیلومتر هم حد اکثر برد درگیری مقصوده. و چیزی که مقصود رو نسبت به تمامی موشک های قبلی داخلی ایران خاص میکنه، استفاده از سیکرهای راداری و جستجوگر کاملا جدیده که به موشک امکان درگیری با اهداف رو به شکل مستقل و به شکل فعال میده. در این موشک های هدایت شونده، سیستم فعال موشک خودش جداگانه پالس خودش رو میفرسته و دریافت میکنه. اما به خاطر محدودیت برد و حالا شرایطی مثل جنگ الکترونیک، 3 مرحله رو با کمک رادار جنگنده طی میکنه، بعدش خودش در فاز آخر رادارش رو روشن میکنه و موشک به شکل مستقل پالس میفرسته و دریافت میکنه تا هدفش رو بگیره. همچنین به دلیل سرعت بالایی که موشک داره، میتونه در کمتر از 1 تا 3 دقیقه به حد اکثر برد خودش برسه و هر هدفی رو نابود بکنه. جالبه بدونین این موشک هایپرسونیک هوا به هوا گگرانی به دلیل سرعتی که داره، امکان بروز جنگار رو هم به کمترین حد ممکن رسونده. و موشک به دلیل سر جنگی مثبت 50 کیلوگرمی که بعضیا میگن تا 60 کیلوگرم هم میرسه، حتی اگه نتونه به جنگنده برسه، ترکشاش و انفجارها در فاصله 2 تا 10 متری هم برای شکار جنگنده کافیه. همچنین این موشک به دلیل فناوری جدیدتری که داره، تنها روی جنگنده هایی با اویونی که ارتقا یافته و رادارهای جدیدتر قابلیت عملیات داره و توان هماهنگ شدن با کامپیوترهای قدیمی تامکت ها رو دارا نیست. ساده تر بگم، جنگنده های کاربر مقصود باید اویونیک و رادار جدیدی داشته باشن که به معنای نصب مقصود روی تامکت های ارتقا یافته گگرانی که طبق گفته های غیر رسمی مجهز به رادار آرای فازی با برد مثبت 300 کیلومتری شدن. و در کل طبق اطلاعات جدید، این موشک بر روی تعداد محدودی از تامکت های گگرانی نصب شده، ولی همچنان موشک فکور نتونسته روی تمام ناوگان تامکت های گگرانی نصب بشه و احتمالا تا 5 سال آینده بتونه کم کم روی تمامی ناوگان نصب بشه. و با رونمایی احتمالی که در پیش داریم، جزء گزینه های اصلی رونمایی وزارت دفاع و نیروی هوایی ایران هم حساب میشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت دیگه، خدایا رو نگهدار.